בוקר טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, כל הציבור לנו משה, מורשה והילד יעבוב. פסל יזדהום אז רבונין העבוד הזרה, אין הולכין בחורות העובדי כוכבים ולא מדמין להן. נמירן דר רבונין אפרוד חיר ישראל ושביח נמישן באונה, נה דר חלת לבס פושידן, و نه حتی در حالت آرایش مو و شبیه به این. همطور که پاسخ می فرماید لو ترخو به خوغو تگاییم، نروید در قوانین امتها، و باز گفته شده که او خوغو ته هم لو ترخو در اون قوانینشون نرید، و باز پاسخ می فرماید شامل خواب پنتی نقش آخره هم مواظب باش مبادا کشیده بشی به دنبال اونها. و همه اینها منظورش از منظور پاسخ از این موارد اینه که شلو یدمه لهن، که انسان خودش رو شبیه به اونها نکنه، بلکه شخص اسرائیل جدا باشه از فرد غیر اسرائیل و مشخص باشه با نحوه لباس پوشیدنش و در سایر اعمالش، همانطوری که اون مشخصه و جدا شده است با نظراتش، عقایدش و افکارش. و همینطور پاسخ میفرماید و عبدیل اتخن مینو عمیم، جدا کردم، فاصله دادم شما را از امتها. بنابراین خاخامین فرمودن که نقوش انسان لباسیه که مخصوص به اونها و بلند نکنه، موی سرش را شبیه به آرایشی که اونها انجام میدن و اونها بلند میکنن. ولو یه گله اخمین هسته دادین، و همینطور ممنوعه که آدم موی سرش را از طرفین بتراشه یا کوتاه بکنه و موش را در وسط قرار بده، همونطوری که اونها انجام میدن، و این چیزیه که بلورید خونده میشه، همون مدل آلمانی که دو طرف سر رو بزنن و بالا رو نگه دارن. و نتراشه موش را در مقابل صورتش و قرار بده موی بلندش را از عقب، همونطوری که اونها انجام میدن. و همینطور بنا نکنه مکانهایی را مثل مکانهای معابد اونها که مخصوص بت پرستیه، همونطور که اونها انجام میدن تا اینکه افراد زیادی وارد اونجا بشن. و هر کسی که یکی از این اعمال را انجام بده از این فرمان نهی گذشته. پس این فرمان نهی به این شکله که او فقوتهم لو تلخو، یعنی مواردی ها که مخصوص اونهاست، لباسی ها که مخصوص اونهاست، یا آرایش موی سری ها که مخصوص اونهاست، ممنوعه که یه شخص اسرائیل این کار را انجام بده. البته امروز در مورد لباس تقریبا این مورد وجود نداره، به خاطر اینکه اکثر لباس های استاندارده و مثل همه جای مختلف دنیا، ولی لباس هایی که حتی امروزه لباس هایی که فرض کنین مخصوص افراد بت پرست باشه، مثل اینکه مخصوص مثلا بودایی ها باشه که تو کشور خودشون میپوشن، یا اون کاهنینشون، یا چیزهای شبیه به این، یه فرد اسرائیل براش ممنوعه که بپوشه. و همینطور آرایشی را که کاملا مخصوص اونها باشه، مثل همون موردایی که مثال زد، مثال امروزیش که خیلی هم پیدا میشه اینه که دو طرف سر رو میتراشن مدل آلمانی و بالای سر رو نگه دارن، یا آرایش های دیگه شبیه پانکیستا یا حالتایی که انجام میدن روی موی سرشون. اینها کسی که این کار رو انجام بده از این فرمان نهی تورا میگذره. و در مورد بنا کردن مکانها شبیه مکانهای اونها، یعنی شبیه معابدی که اونها می سازن و در اون بت پرستی می کنن، برای ما ممنوعه و اصوله که اون ساختمانهای خودمون را شبیه به اونها بسازیم. و اسرائیلی که شهای قروب الملخوت که در دربار پادشاهان می رفت و درجه داشت، و لازمه که به عنوان یک درباری در جلوی پادشاهان اونها بنشینه و زشته که شبیه نباشه به اونها، خخامین برای همچین فردی مجاز کردند که لباسهای شبیه اونها رو بپوشه و حتی موهاش هم شبیه اونها اصلاح بکنه. و علتش را کسف میشنه توضیح میده، به خاطر اینکه همچین فردی میتونه گزروت راوت، حکمهای بد را که بر ضد جامعه اسرائیل بریده میشه، باطل بکنه، و بنابراین استثناءن خخامین برای اون این موضوع را مجاز کردن. شبیه داستانی هست در گمارا در مورد ابتولوس بن روون که اون هم به این شکل وارد دربار رومی ها شد
سیپر کومی، موهاش رو اونجوری اصلاح کرد، شبیه رومی ها، لباس های رومی ها رو پوشید و رومی ها حکم بد کرده بودن در مورد جامعه اسرائیل که بریت میلا انجام ندن. رفت بهشون گفتش که خب اگر کسی دشمنی داره آیا دوست آیا میخواد ضعیفش کنه یا قوی ترش بکنه؟ گفتن خب مسلما ضعیف بشه به نفع ماست. گفتن که خب پس گفتش که خب پس بذارید میلا بکنن، بذارید میلا بکنن تا اینکه ضعیف بشن و حکم باطل کردن. بعد حکم کرده بودن در مورد اینکه شبات باید موظفن که کار بکنن. همین افتولوس بن روون میره پیش رومی ها، به دربار رومی ها به عنوان شبیه یکی از سناتورهای خودشون و میگه که اگر کسی دشمنی داره آیا فقیرش میکنه یا ثروتمندش میکنه؟ میگن خب فقیرش میکنه. بهشون میگه که خب پس اجازه بدید که اینها شبات ها کار نکنن تا اینکه از نظر اقتصادی پایین بیان، یه روز هفته رو از دست میدن و اونم باز همون حکم هم باطل میکنن. باز حکم کرده بودن در مورد تورات همیشفخا، تورات همیشفخا نگاه ندارن اسرائیل ها. میره بهشون میگه که اگر کسی دشمنی داره آیا کمش میکنه یا زیادش میکنه؟ گفتن خب مسلما کمش میکنه. خب بذارید تورات همیشفخا نگه دارن، اینا رابطهشون با هم کمتر میشه، در نتیجه کمتر هم میشن، تعدادشون هم کمتر میشه و به این شکل این حکم هم باطل میکنه. این نمونه یه که گمارا مثال میزنه برای اینکه در موارد خاص برای خوبی جامعه اسرائیل و اینکه این احکام بعد از سر جامعه اسرائیل باطل نشه، حکامیم اجازه دادن که این قانون که حقوقت املوت لخو انسان ازش بگذره و ممنوعیتی نداره. ریبی خنانیا من الشام ارساق و دشوار خول زکوت اسرائیل.